سلام بچه ها، آمدنی پینک منم و امروز با هم دیگه میخواییم بریم سراغ پک اوپنینگ توتی که در واقع یه دونه پک بیشتر نداریم، یه پک خیلی خیلی متفاوت با فیفا پوینت و آیکون پک. این اولین آیکون پکیه که واسه تون توی ویدیو یوتیوب میخوام بذارم. آیکون پک کردیم ولی از پک عادی بود و الان میخوایم آیکون پک بزنیم و رولت کنیم و اون یه دونه پک ویژه‌ای که گفتم که خیلی به نظرم چیز جذابیه. پس پیشنهاد میکنم حتما تا آخر ویدیو رو ببینید، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و بریم ببینیم چه خبره. خب آقا، همینجوری که میبینید اینجا نوشته الان در حال حاضر کل بازیکنان تیم آف دیر توی پک ها هستن. البته هنوز آنریبل منشن ها الانی که دارم ویدیو رو میذارم و یار 12 نیومدن تو پک ها، یعنی الان که دارم ویدیو رو واسهتون ضبط میکنم پنجشنبه است. حالا اینکه کی گذاشتم ویدیو رو نمیدونم، ولی الان که دارم ضبط میکنم پنجشنبه است و فقط کل بازیکنان توتی تو پک ها هن. یعنی 11 تا بازیکن هستن و تیم دوم آیکون توتی ها هم هستن. جمعه به بعد آیکون ها از پک ها خارج میشن، آیکون توتی ها پک ها خارج میشن، به جایشون آنریبل منشن ها میان و یار 12 که ارلینگ هالنده. و الان میخوایم یه پک بزنیم، بریم اول پک هایی که داریم و یه نشون بدم چون خیلی متفاوت شده. پک یه سری سیف کرده بودم که همه رو زدم، همه رو آف استریم زدم و یه پارت ویدیو پک اوپنینگ هم واسه تون رکورد کردم ولی نذاشتم رو یوتیوب. حالا دلیل اونم بهتون میگم. ببین الان پک هایی که داریم، دو تا از این پکات که تقریبا شبیه همه، حالا الان نمیخوایم باز کنیم، سه تا پک مثبت 83 10 تایی، یه دونه آیکونی که الان میخوایم باز کنیم و همین تمام. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا هر پکی غیر از این پک های ریت داره بزرگ بود و زدم. چرا زدم؟ به خاطر اینکه میخواستم آیکون رو ببندم و فودر نداشتم، کلاب خالی بود، پکایی هم که داشتم پکای خوبی نبود، مثلا مثبت 83 اتکر و دیفندر و این چیزایی که واسه تون قبلا تو ویدیوهای جداگونه باز کرده بودم که از مجموعش غیر از فودر چیز خاصی نگرفتیم. یه پارت ویدیو واسه تون رکورد کرده بودم، من پک اوپنینگ تیم آف دی مربوط به اتکرها رو گذاشتم، مربوط به میدفیلد هم گذاشتم، دیفندرها رو هم پک کردم، عملا بالاتر از 84 85 هیچی نزدیم. یعنی یه ویدیو کامل اینجوری بود که گفتم واقعا خسته کننده تو نذاشتمش، به خاطر همین تصمیم گرفتم که این ویدیو الانو، یعنی این پکی که الان می‌خوایم باز کنیم و واسهتون بزنم، اصلا جبران اون یه چیز ویژه و عجیب غریب. پکی که می‌خوایم بزنیم که انقدرم هایپ کردم سرش این پک توتی اسنشال پک که حالا چیا داره اینا رو الان می‌خوایم توضیح بدیم و بزنیمش دیگه. اینو اول می‌زنیم بعد با بازیکنی که سر این پک میده، حالا اصلا مهم نیستش توی چیا باشه و اینا، سر این پک هر بازیکنی بود با عکس اون بازیکن آیکون پک اون رو رولت میکنیم که حالا آیکون پک هم توش چی داره و اینا رو توضیح میدم. خب آقا چرا میخوایم پک رو بزنم؟ به خاطر اینکه پک 3.2% شانس داره که توش تیم آف دیر بده، 1.7% هم احتمال داره که تیم آف دیر آیکون بده. خب درصد پایینیه ولی توتی همیشه درصدش در حد 1% یا زیر 1%، پس میشه گفتش که W. یه ورژن گنده تر و بهتر این پک هم هستش، نیور اسپیشیال پک، که این توش یه هیرو داره از ورژن بیس هیرو ورلد کاپ نه اون یکی، و 75 تا بازیکن غیر از هیرو، 75 تا بازیکن بالای 80 توش که 5 تاش هم واکاوته. این خیلی میتونه جذاب باشه، این خیلی میتونه جذاب باشه، ولی خب قیمت فیفا پوینتیش خیلی بالاه، قیمت کوینیش هم بالاه، ولی خب درصدش رو میبینید دیگه، 5.7% احتمال توتی توشه که پک خیلی جالبیه، خیلی جالبه. ولی خب الان که فیفا پوینت و کوینش رو ندارم، این پک رو امشب میزنیم. شما تو کامنت های ویدیو همین الان بگین که اینم بزنم یا نزنم. این به نظرم موقعی که آنریبل منشن ها بیاده شانس آنریبل توش خیلی باشه و به نظر پک خیلی اوپی میاده. شما تو کامنت ها بنویسین که این کار رو بکنم، این ریسک رو بکنم یا نه. همین الان بنویسیم و بریم واسه باز کردن توتی اسنشال پک با اون چیزهایی که گفتم ممکنه بده. میخوام بهتون یاد بدم چجوری تضمینی توتی بگیرید، خیلی راحته، پس حتما دقت بکنین، مرحله مرحله انجام بدین. میایم واسه خریدن این پک روی قسمت کوینش میزنیم، میگه که شما کوین کافی رو ندارید، اینجا باید حتما کوینتون زیر 350 باشه وگرنه سوخت دادین و با کوین میخره. پس اینجا میگه که کوینتون کافی نیستش، ما میگیم ای بابا چه بد شد، یه دور میایم اینجا کلا از استور خارج میشیم، مثلا خیلی ناراحتیم، ولی یادمون میاد که ای فیفا پوینت داریم، پس برمیگردیم دوباره توی استور و باید طول بکشه. اگه استورتون زود اومدش بالا یعنی اشتباهه، برگردین دوباره بیار، انقدر تلاش بکنین که تا طول بکشه. طول کشید، حالا دوباره میریم اینجا،
اینجا رو نگاه میکنیم میگیم اوه چقدر آیتم های تیم آف دی ایر، چقدر الماس و این چیزهای باحال. و دوباره برمیگردیم قسمت پرومو پکا، میایم روی پک فیفا پوینت رو میزنیم، میایم روی یس یکم مکس میکنیم ولی نو رو میزنیم، میگیم واقعا میارزه، یه دور بک میدیم. اینجا خیلی مهمه، حتما باید یه دور شک بیفته دلتون ببینید که آقا آیا واقعا میارزه یا نه. پس میایم نگاه میکنیم که توش چیا داره، میبینیم که شاید بیارزه و این دفعه بدون معطلی میایم اینجا، اینجا دوباره نو، اینجا و یس. برو بریم اول فصل. ترشته این تیم آف دیر کنسله، ولی تیم آف دیر آیکون هنوز میتونه باشه، چون تیم آف دیر آیکون ها باگ داره میره ته. میتونه تیم آف دیر آیکون باشه ولی توتی نزدیم، توتی نزدیم. سر پک ترشتگن و پک تیم ملی آلمان رو زدیم دیگه. کروس، ترشتگن، شزنی، مندی، اون چهار تا واکاوتیه که گفتم گارانتی تو این پک هستش، یعنی اونا رو داره و همه بازیکن‌ها 83 یا پایین‌تر. 5 تا هم داپلیکیتی که حالا تای پک رو چک می‌کنیم و اول بریم اینا رو بگیریم. تیم آف دیر لون که ببینیم تو قرضی بازیکن خوب خدایی داد دیگه، فندایکو دوست دارم واقعیشو بگیرم، قرضیشو میگیریم که امیدوارم یه روزی واقعی بشه این فندایک. و توتی آیکون لون هم بزنیم. از اینا اگه مثلا یه کدومو بخوام واقعیشو بزنم و اینا، ماکلله رو ترجیح میدم. البته جفت همشون خوبن، نستا هم به نظرم کارت خوبیه، ولی ماکلله رو ترجیح میدم. این دو تا بازیکن رو امیدواریم که واقعیشو یه روز بزنیم. و ته پکم خبری نیست، ته پکم خبری نه، ته پک اینجا بود ولی بازم فرق نمیکنه، خبری نیست. دابلیکیدا هم چیز خفنی نیست، یعنی در مجموع دو تا دونه کلن 83 زدیم، 84 و 5 اینا هیچ، دو تا 86، دو تا 88. این پک به هیچ عنوان توصیه نمیشه و نمیارزه. برو بریم واسه آیکون پک مثبت 88 مید پرایمور ورد کاپ. جذابه آقا، همونجوری که قولش داده بودم با اکس ترشتگه میزنیم. قبل و بعد از کاشت موه ترشتگن رو پیدا کردم، اسید خالصه ولی خداییش دکترش رو من ببینم دستش رو میبوسم، نگاه چی بود چی شد، اصلا یه چیز عجیب غریبی. و اینو میاریم اینجا از قصد یه کوچولو این بغلش رو باز میذارم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که میخوایم ببینیم که بذار مانیتورم خاموش کنم، مانیتورم خاموش شد. دلیل اینکه این بغلش رو باز گذاشتم اینه که اولش تشخیص بدیم که آیکون ورلد کاپ یا ساده، چون ورلد کاپ باشه یه کوچولو تم قرمز و اینا داره معلوم میشه، خاطر همین این بغل رو باز گذاشتیم که این بغل یه چکی بکنیم ببینیم درسته. آره، رو پکشیم و با دماغ میزنیم. برو بریم، برو بریم که آیکون عادیه. این سفیدی زیادی که من اینجا میبینم یعنی آیکون عادی شانس آوردم، یه وقت بازیکن نیمت داستان بشه، چون ممکنه بعضی موقع از این ور بیادش اینا. اوکی آقا، هرچی بودش تا اینجا یه کار لو نرفته، رولت ملیت نمی کنیم، رولت استاته. یادم رفته بود بگم رولتمون چجوریه، ولی استات میذاریم چون الان بخوایم بدیم که لاب و بعد اینا خیلی طول میکشه، خاطر همین میریم واسه رولت استات که رو استاتش نیستیم، الان رو استاتشیم و ببینیم چه جوریه دیگه. خدا رو 100,000 مرتبه شو که دروازه‌بان نزدیم، ولی خب بازیکنی که زدیم فیزیک خوبی نداره، جامپینگ که اصلا نداره، استامیناش خوبه، خداییش استامیناشو دوست دارم، اگرشنش هم خوبه. حالا نمیدونم پستش چیه، بستگی داره پستش چی باشه، ولی حالا هر پستی باشه با این استامینا اگرشن جالبه. دیفندینگ 87 داره، دفاع وسطه، ولی اگه دفاع وسط باشه دفاع وسطیه که فیزیکال و جامپ نداره، یکم عجیب میشه. دریبل هم داره، دریبلینگ 82 داره، خوب نیست، بدم نیست. پاس هم داره ولی استات پاسینگش هم خیلی خفن نیست، البته شورت پاسش خوبه. ایجریتیش هم بد بود خدایی، شوتش 61ش رید بعد، پیسش هم مزخرفه. بعد استاتش چقدر عجیبه، تا حالا همچین بازیکنی ندیدم.
83 85 ببین اگه دفاع وسط قراره باشه با پیس 83 مثلا بازیکنای مثل کمپل و دسایی و اینا رو داریم، ولی اونا فیزیکشون خیلی خوبه، بازیکن فیزیک نداره، نمیدونم واقعا نمیدونم کی میتونه باشه، ولی بذار تریتاشو ببینیم، یکم ببرم اینورتر ملیتش لو نره، تریتای بازیکن رو ببینیم ببینیم میتونیم حدس بزنیم. تیم پلیر، لیدرشیپ و همین، اصلا نمیشه حدس خدایی. تیم پلیر و لیدرشیپ چیزای رندومیه که هر کسی میتونه داشته باشه. آقا من هیچ ایده‌ای ندارم، احتمالاً شمایی که دارین ویدیو رو میبینید دیگه فهمیدین کیه، ولی بریم ببینیم کیه. W زانتی، آقا زانتی W، اگر بتونه CM بازی بکنه W، چون بعضی از ورژن‌های زانتی امسال میتونن CM بازی کنن بعضی‌ها نه، اگر این ورژنش فکر کنم ورژن میدشه، ضعیف‌ترین چیزی که تو این پک میتونست بده، اگر بتونه CM بازی بکنه W میتونه به نظرتون؟ Yes. آقا زانتی رو دوست دارم و میتونه CM بازی بکنه، من دوستش دارم واقعا، به نظرم میتونست بهتر بده، خیلی بهتر، همین زانتی میتونست پرایمشو بده، ولی به نظرم با این استاتس هم یه هافک خوب میتونه باشه، چون استاتش برای دفاع راستی که هستش یا دفاع چپی که میتونه بازی کنه خوب نیست، ولی خب هافک یه کوچولو بهتره، اما اسکیل دو چون های هایه مثلا اگه اسکیل موش بالاتر بود میشد باکس تو باکسش کرد، حتی استاتش هم برای باکس تو باکس خوب نیست خودش، ولی میشه به عنوان هافبک دفاعی بازیش داد. یه بار دیگه استاتش رو به دید هافبک اگه نگاه بکنیم، دریبلینگش زیاد خوب نیست که مثلا به نظرم، آره دیگه دیفندینگش خوبه، خودش دیفند 87ش خوبه، فیزیکالش هم تقریبا میشه گفت اگرسشن و استامیناش خوب و کارو در میاره، پس ما با دیفند و فیزیکش کاری نداریم، مشکل دریبلینگ و پاسینگ و پاسینگش هم خوبه، دریبل و شوت و پیس که در مجموع نظرم بهترین چیزی که میتونه رو این کارت جواب بده انجینه، یه انجین روش بندازیم پاس و دریبل و پیس بهش میده، اجلیت بالانسش هم میاره بالا و به نظرم جالب میشه به عنوان هافک، تستش میکنم هافک این شکلی تو تیمم هم نیاز داشتم تقریبا. آقا دبلیو نمیدونم قیمتش هم چنده، ولی زانتی توتی فوق العاده است، حالا الان که اصلا تو پکا نیست، کلا تو تیم اول بود و رفت از پکا، ولی جالبه دیگه، اگه پارسال بود به نظرم الان قیمتش از اینی که هستش 200K پایین تر بود، ولی به خاطر اون CM بازی کردنش خیلی خوبه، خیلی خوبه. بعد بذار یه دقیقه کنجکاو شدم کارت پرایمش رو ببینم. ببینیم. هولی شیت. البته دریبلینگش یه ذره بالاتره، دقیقا همه چیزش 3 تا بالاتره. دیفند ما 87 بود اینجا 90، دقیقا همه چیزش مثبت 3 شده، پیس 83 بود 86ه، زیاد هم چیز خفه، اینم سی ام میتونه بازی کنه، 2-4 هم هستش، آقا این همه، یعنی اگه پرایمش هم میزدیم خیلی بهتر نبود، ولی خب بهتر بود، ولی خب ورد کاپش میگم خیلی بهتره، اصلا یه چیز دیگه است کلا. آقا در مجموع من راضیم، امیدوارم که شما هم راضی باشین و ویدیو خوشتون اومد باشه، پک اول که افتضاح بود، آیکونمونم به خاطر سی ام بازی کردنش دبلیو، ولی اگه سی ام نمیتونست بازی کنه واقعا ال بود، و فعلا که تو تیم آف دیر امسال شانس ما خوب نبوده، امیدوارم که این پکایی که واسمون باقی مونده و پکایی که تو این هفته قراره گیرمون بیادش یه چیز خوب بکشیم بیرون دیگه، امیدوارم که واقعا بازیکن خوب بده، و دیگه بیش از اینم چه حرف دیگه نمیمونه، مرسی از اینکه ویدیو رو کامل نگاه کردین، اسم من دنی پینکمن و تا ویدیو بعد فعلا.